ندای مظلومیت شهر مقدس کربلا در نقاط مختلف جهان تنین انداز شد. شیعیان در سراسر سر جهان 19 همه زلحجه روز جهانی مظلومیت کربلا را با استفاده از شبکه های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشتند. آنها تلاش کردند با معرفی روز جهانی مظلومیت کربلا بیش از پیش از اعمال پلید وحاوی های کردل و سنی های تندرو در طول تاریخ پرده بردارند و مظلومیت و صلحجویی شیعیان را به جهانیان معرفی کنند. شیعیان در فضاهای مجازی با تشکیل کمپین ها و با استفاده از اناوینی چون هشتک روز جهانی مظلومیت کربلا، هشتک نوزده زلحجه، و هشتگ الیوم العالمی لمزومیت کربلا سعی در یادآوری حمله وهابی ها به شهر مقدس کربلا داشتند و انزجار خود از این اقدام وحشیانه را اعلام کردند همچنین شبکه های ماهواره مستقل شیعی با ساخت میان برنامه های کوتاه به زبان های مختلف و نیز بازیرنویس مناسبت روز جهانی مظلومیت کربلا آن را به دیگران معرفی کردند. به شهادت تاریخ در 18 همه زل 1216 قمری و ها تحت فرماندهی سعود بن عبدالعزیز با همراهی 12000 هزار نفر از بادی نشینان نجد و حجاز و با سو استفاده از نبودن بسیاری از مردم که به مناسبت اید قدیر به نجف اشراف رفته بودند به شهر مقدس کربلا حمله ور شدند. علامه امینی در کتاب شهدا الفضیله خود می آورد و ها به زور وارد کربلا شدند و مردم را به خاک و خون کشیدند آنان قبر متحر امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام را ویران کردند و شبکه های زریح متحر را کندند، اموال آنجا را سرقت کردند و حرم و متحر را به آتش کشیدند. مطابق تاریخ تعداد شهدا و مجروحان این حمله وحشیانه بین 7000 تا 20000 تن بوده تا جایی که برخی از مورخین آن را آشورای دوم نامیدند به همین دلیل مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظله با توجه به این اتفاق در روز عید قدیر خم 18 همه زلحجه و روز بعد از آن یعنی 19 همه زلحجه را روز جهانی مظلومیت کربلا نامگذاری کردند و فرمودند یورش وحشیانه و بیخردانه وحابی های به شهر مظلوم کربلا تکرار دوباره وحشیگری بنی امیه در روز آشوره است. گفتنی است بر اساس شواهد تاریخی شهر مقدس کربلا دست کم دوازده بار توسط دشمنان اهل بیت علیهم السلام مورد حمله قرار گرفته و در برخی موارد حرم های متحر و کل شهر با خان یکسان شده ولی هر بار شیعیان با حضور و همت خود این شهر و حرم متحر سید و شهده علیه السلام را بار دیگر با شکوه تر از قبل بنا نهادند.